خانم‌ها و آقایون و تمام مخاطبین ما در سراسر دنیا، چه دیداری چه شنیداری، اعلام می‌کنم پنلی است که دیدگاه‌های مجازات رو و خشونت رو در ادیان و مذاهب مختلف مطرح می‌کنه. در پنل جناب مهندس بازرگان، آقای دکتر حسین باقرزاده، جناب خلیلی، جناب دکتر حائری، جناب کشیش حیدری و در این طرف آقای دکتر ثابتان هم هستن. حالا نمیدونم چرا رفتن اون گوشه نشستن، ولی با این همه بفرمایید. شما بفرمایید. ناخیر بفرمایید که ما دلیل دیگری داشت اسم شما رو پنل نذاشتیم. حالا بفرمایید که بفرمایید. آقای دکتر جعفری هم که از طرف زرتشتیان ایران باید حضور پیدا می‌کردن، دچار بیماری سختی شدن که نتونستن حضور پیدا بکنن. امیدوارم در یک مرحله دیگه. قبل از اینکه پنل آغاز بشه یادآوری بکنم که دو مسئله در این سالن در رابطه با این کنفرانس پیش آمد. یک مسئله پرچم بود که چرا ما پرچم رو در کنفرانس نگذاشتیم و جناب پیرنیا این رو اسمن آوردن. بحثی که وجود داره که من مفصل خدمت ایشون عرض کردم اینه که از اونجایی که اختلافاتی در سر مسئله پرچم وجود داره، پرچم سرنگ بدون شیر خورشید، پرچم سرنگ با شیر خورشید، پرچم سرنگ با تاج، پرچم سرنگ بی تاج، همه اینها هست. ما در این کنفرانس ها که ماکسیموم 7-8 دقیقه 10 دقیقه وقت به سخنرانانمون میدیم جهت اطلاع سخنرانان، بیشتر وقتی نداریم، نمیتونیم که یک بحثی رو آغاز بکنیم که بی پایانه، اگرچه هیچ کدوم شاید مخالفتی در زمینه پرچم سرنگ ایران نداریم. پیشنهاد بنده این بود که ایشون لطف کنن یک کنفرانسی بگذارن، شاید منم بتونم یکی از سخنرانان اون کنفرانس بشم. یک. دو، اینی که یکی از کسانی که با احترام بسیار براشون حضور پیدا کردن در سالن کنفرانس اشاره کردن که یک نفر از اینجا در جمهوری، از جمهوری اسلامی آمده به اعتراض. من چقدر خوشحال شدم که اتفاقا تشریف آوردن از جمهوری اسلامی، چرا که ما در سال 97 یک کنفرانس حکومت و مذهب داشتیم که در این کنفرانس حکومت و مذهب اتفاقا از جمهوری اسلامی دعوت کردیم، چرا که در رابطه با مسئله مذهب در اون کنفرانس بحث میشه و حضور پیدا بکنن و در اونجا به سخنرانی و سوال و جواب بپردازن. مسئله ای که در اینجا هست اینه، من به شخصه به عنوان یکی از مسئولین این انجمن پژوهشگران ایران که 22 سال سابقه کار در اینجا داریم و کنفرانس های متعدد 49 تایی که امروز 49 می نشه، همیشه استقبال می کنیم از کسانی که بخواهند شرکت بکنند و این شجاعت و شهامت رو داشته باشند که پاسخگو باشند. اگر اونها از ترس و وحشت خودشون حضور پیدا نمی کنند، مبحث جداگانه است. اجازه می خوام که بحث امروز رو آغاز بکنیم. بحث امروز همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اجازه بفرمایید خواهش می‌کنم، بحث پایان پذیرفته است. بحث امروز بحث خشونت و اعدام در ادیان و مذاهب، بحثی است که به هر حال در خود ایران و در اسلام، در شیعه دو برخورد یا حداقل دو برخوردی که ما فکر می‌کردیم امروز بهش می‌رسیم وجود داره، یکی بحث قرآنی و یکی بحث احادیث. با تأسف بسیار بالا، بسیار زیاد، آقای دکتر آقاسی که قرار بود در این طرف حضور داشته باشن و این صحبت رو بکنن، دیروز من نمیدونم به چه دلیلی از سالن بیرون رفتن و با وجودی که با من صحبت کرده بودن که ترتیب سخنرانی ها به چه شکله، نمیدونم هر کسی چقدر وقت داره، چه ساعتی شروع میشه، همه این صحبت‌ها رو کرده بودن، امروز حضور پیدا نکردن.
خانم ایشون با من صحبت کردن، امیدوارم بشنون این صحبتی رو که با خانم ایشون کردم. اینجا خدمت خانم ها آقایون و همه مخاطبینی که میشنون و میبینن اعلام میکنم. گفتم فرضم بر اینه که یک کسی در سالن که هیچ وقت تو این 22 سال گذشته سابقه نداشته آمد و به شخص آقای دکتر آقاسی توهین کرد. فرضم رو گفتم. هیچ وقت اصلا چیزی پیش نیامد. چون همونطوری که میبینید ما از حق حضور یک نفر از جمهوری اسلامی هم که این بهش اتهام زده میشه یا درسته یا غلط ما دفاع میکنیم. برای اینکه این تریبون نظر ما ارزش داره. گفتم فرضم بر اینه که به ایشون توهین شده بود. اگر ایشون چنین ظرفیتی رو ندارن، چنین پرنسیپی رو ندارن که جلسه بعد شرکت بکنن، بسیار متاسف هستن. بم. بحث رو از اسلام شروع میکنیم به این دلیل که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که 99.15% از مردم ایران مسلمان هستند. این آمار جمهوری اسلامی است. در این که مردم ایران اکثریت قریب به اتفاق مسلمان هستند هیچ گونه تردیدی نیست. در این که در این دوره 35 ساله به دلیل حکومت جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی در ایران افتاده به نظرم شاید که بحث اصلی تری است که میتونه اینجا یک کمی بیشتر در موردش کنکاش بشه، هرچند نیاز به کنفرانس ها و سمینار های بسیار بزرگتری با زمان های بیشتری داره. در این مورد خاص از جناب مهندس بازرگان که هیچ کدوم از آقایون در مورد بیوگرافی خودشون به بنده چیزی رو ندادن، ولی همه مشخصا میدونیم که از سرآمدان دیدگاه خودشون هستن و من فقط معرفی نامی میکنم. آقای مهندس بازرگان کسی است که در حال فرزند مهندس بازرگان بزرگ، کسی است که در این زمینه تلاش کرده، تلاش میکنه. ما با احترام به عقایدش، حتی اگر من مخالف عقیدش باشم، ازشون دعوت کردیم که حضور پیدا بکنن، مبحث اعدام و خشونت در اسلام رو مطرح بفرمایند. البته آمدن اینجا و اونجا در ده دقیقه تفاوتی نمی‌کنه. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، حضار گرامی، عرایزم چون موضوع درباره اعدام هست با خداوند جان آفرین آغاز میکنم. به نام آن که هستی نام از او یافت. مقدمتا دو موضوع رو قبل از اینکه وارد بحثم بشم خدمتتون خواستم عرض بکنم. چون عنوانش بررسی کیفر مجازات در اسلام هست، خواستم توضیح بدم که حدود 1000 سال هم در اروپا، در دنیای غرب، به نام مجازات دین مسیح هزاران نفر، شاید میلیون ها نفر هم جانشون رو باختن. دادگاه های تفتیش عقاید، همه اون داستان ها رو همه میدونیم. اون موقع هم به نام قانون مجازات مسیحیت این احکام رو اجرا میکردن. گرچه اون موقع به نام دین مسیح میگذاشتن و اون تنفر رو به وجود می آورد تو اون زمان، ولی امروز هیچ کسی به اون داوری بها نمیده. امروز در هر خیابانی کلیساهای متعدد میبینیم، ولی اونطوری دیگه فکر نمیکنن. مسیحیان آلمان کوره های آدم سوزی به راه انداختن، ولی اون رو نمیشه به حساب مسیحیت گذاشت یا مسیحیان آلمان. و
کاری هم که اسرائیل با فلسطینی ها میکنه نمیشه الزاماً به حساب دین یهود گذاشت. حساب دین با دولت ها تفاوت میکنه. سیاست قوانین خودش رو داره. بنابراین اون چی که خواستم عرض بکنم اینه که اگر ما 35-6 ساله که این تجربه رو داریم، دنیای غرب لااقل حدود 18 قرن این تجربه رو کرده. اگر از اسارت زمان و مکان خودمون رو بیرون بیاریم و نگاه کلی تر بکنیم، به هر حال این دوره ها گذران هست. و مطلب دوم این که ما هم اسلام طالبانی داریم، هم اسلام طالقانی که در اوایل انقلاب حتی زنان بدکار جنوب شهر هم به خانه او پناه می بردند و ساواکی ها هم به کوچه تون کابل می آمدن، از او ترسی نداشتن. هم اسلام ملا عمر افغان داریم و هم اسلام مولوی. بنابراین یک دید تکلیف مدارانه فقهی بر دین الزاماً مساوی دین نیست. در همه ادیان الزاماً متولیان دین یهود، دین مسیحیت و دین اسلام مساوی پیام‌های اون دین نیست. وقتی جامعه دینی تشکیل میشه، لاجرم عده‌ای هم از بعد حقوقی نگاه میکنن به اون جامعه و برای نگهداری اون جامعه توجهشون به اجرای احکامه، به کیفرهاست، به حدوده، به دیاته، معمولاً به شکل توجه دارن. بله، البته 4% قرآن درباره احکام هست، ولی 96% مسائل دیگه است. شناخت آفریدگار آینده است، اخلاق، معمولاً اینها مقفول واقع میشه. در حال اونچه که خواستم در مقدمه عرض بکنم اینی که اونچه که فقیهان گفتند الزاماً مساوی دین نیست و برداشتشونم به خصوص درباره حکم اعدام و قصاص الزاماً اون چیزی که در قرآن هست نیست. ما در قرآن مطلقاً سنگسار نداریم، مطلقاً حکم ارتداد و الحاد نداریم، مطلقاً حکم اعدام کسی که تغییر دین میده نداریم. فقط 4 کیفر بیشتر نیست در قرآن. اون 4 کیفر هم مربوط به ما انسان هاست. سرقت هست، قتل هست، قتل و جراحت، زنای علنی جلو چشم مردم برای دفاع از حقوق عفت عمومی و به هم زدن امنیت مسلحانه جامعه. سوای این نه کیفر مشروب خاری داریم، نه قمار داریم، نه هیچ کیفر دیگه. مطلقاً در سراسر قرآن جز این کیفر از نظر دنیایی عرض میکنه، مطلقاً کیفر دیگه‌ای وجود نداره. ولی خب وقتی جامعه تشکیل میشه، به هر حال یه عده خودشون رو متولی دین میدونن. اینا همه در واقع اسلام تاریخیه، همینطور که مسیحیت تاریخی و یهودیت تاریخی داریم که الزاماً مساوی اون پیام‌های اولیه نیست. اما چون فرصت کم هست، من میدونستم وقت خیلی اندک هست، نکات کلی رو بنده در 20 خط و 20 عنوان نوشتم. اگر کسی بخواد تکثیرم کردم خدمتون میدم. اعدام به عدم فرستادنه، ولی قصاص در قرآن حیاته. اینا با هم تضاد داره. میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای اندیشمندان، در قصاص برای شما حیات هست. یعنی از آغاز یک راه عوضی رو طی کردیم. در قرآن آمده که اگر کسی یک نفر رو بکشه، فکه انما قتل الناس جمیعا، انگار همه انسان ها رو کشته، و اگر کسی رو نجات بده، انگار همه رو نجات داده. از این زاویه تلاش این جمع، از اونجایی که حق حیات مهمترین حقی است که در قرآن آمده و همه ادیان بر این پای فشردند، کسانی که دفاع از حق حیات میکنند در برابر کسانی که حیات رو سلب میکنند، به نظر من بزرگترین عبادت رو دارن انجام میدن از زاویه دینی.
بنابراین من تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و کسانی که مشارکت کردن به نحوی. این از نظر دینی حتی یه عبادت بزرگه. خدمت بزرگی است که حتی یک نفر اگر نجات پیدا بکنه، به تعبیر قرآن مثل اینکه بشریت رو نجات دادیم. اما قصاص، قانون قصاص کاملا وارونه فهمیده شده. من یادم اول انقلاب در این اعدامایی که میکردن، پشت سرشون یه تابلوی میذاشتن، نوشته بود ولکم فی القصاص حیاتون. یادتون هستش که یعنی باید قصاص بکنیم، در قصاص حیاته. ولی قصاص آمده برای متوقف کردن اعدام. قبل از اینکه حکم قصاص در تورات بیاد، قرآن بیان کرده که برای اولین بار در تورات این رو ما واجب کردیم. انسان‌ها در اون چرخه انتقام اگه یک سری رو میشکستن، سر رو میبریدن. یک نفر رو میکشتن، ده نفر یا صد نفر رو میکشتن. قانون قصاص برای متوقف کردن انتقام‌های کوره که همواره در همه جای دنیا این چنین میخواستن رو کم بکنن، دست بالاتر رو نشون بدن. معنای قصاص یعنی اکتفا به حد اقل. در قرآن تعقیب چشم رو با چشم آدم تعقیب میکنه، کلمه قصاص رو به کار برده. یا جای پا رو وقتی تعقیب میکنه آدم، یه مسیر رو رفته گم کرده، جای پا رو کلمه قصصن. یا خود قصه که عربیه، یعنی یه داستان رو از اول تا آخر پیگیری کنید. ترجمه آقای طالقانی رو قصاص میگه پیگیری و تحقیق روی ریشه ها و رویش های جرم و جنایت. در قرآن سه بار درباره قصاص آمده، بدون استثناء همه جا میگه که عفو بکنید. ولی این حق رو برای صاحب دم، ولی دم قائل شده که او میتونه قصاص نکنه، یعنی میتونه قصاص بکنه. تهدید بسیار شدیدی است که اگر کسی از قصاص بخواد تجاوز بکنه. در تورات اونی که آمده چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، یعنی بیش از این حق ندارید. در قرآن آمده میگه جزا و سیئتن سیئتون مثلا، جزا هر بدی همون قده. ولی فمن عفا، هر که عفو بکنه و اصلا آشتی بکنه، فاجره الالله، اجرش با خداست. عذر میخوام اگه کسانی عربی دوست ندارن، من مجبورم به متن عیناً ارجاع بدم که حرف خودم تلقی نشه. میگه فاین عاقبتم، اگه هر عقوبتی شدید، فعاقبو به مثل ما عاقبتم، همون مقدار میتونید عقوبت کنید. ولی اگر کسی عفو بکنه، اجرش با خداست، خدا از گناهانش میبخشه. یعنی بدون استثناء هر جا که قصاص آمده و هر جا که مقابله به مثل آمده، عقوبت آمده، بدون حتی یک بار استثناء، توصیه قرآنی اینه که حتما عفو بکنید. ولی این حق رو در واقع به صاحب خانواده، به خانواده‌ای که داغدار شدن، دخترشون رو گرفتن، اعدام کردن یا تجاوز کردن بعد آتش زدن، این حق رو به دولت نمیده که اعدام رو حذف کنه. این حق رو به جامعه نمیده که اعدام رو حذف کنه. به جایی که حق فرد رو فدا بکنه، تربیت میکنه جامعه رو، میگه تو ببخش، منم تو رو میبخشم. یعنی خدا احترام به حق فردی افراد میذاره. کسی که جان عزیزش رو گرفتند، اینطور نیست که او رو داغدارش بکنیم. و حتی زندانم راه حل خوبی نیست. بنده مدت‌های زیاد، به هر حال چون آقایون قبول ندارن که زندانی سیاسی دارن، امنیتی میدونن، ما رو با قاتل‌ها و با دزدها و با این طبقات محشور کرده بودن و مدت‌ها هم اتاق در اتاق‌های دربسته و در کنار هم می‌خوابیدیم با اینها. حتی یکیشون به هم گفت من با آقات و با طالقانی همبند بودم، من زندان سال 42، زندان 13 همشم بود. حدود شاید تو امریکا سالی 100 هزار دلار خرج یک زندانی میشه. اگرم در واقع تنبیهی، مجازاتی بعد از بخشش صاحب خون هست،
باید دید که جامعه در واقع حق و حقوقش چگونه است. شما دارید نگاه میکنید مثل این وقت کمه. من بس به طور به سرعت خدمتون، حالا من برای هر کدوم یه خط نوشتم. چقدر من وقت دارم؟ بله بله، من تند عرض میکنم. اعدام‌های حکومتی که به نام اسلام انجام میشود الزاماً ارتباطی با قصاص قرآنی ندارد و عمدتاً در تضاد با آن است. اعدام‌های سیاسی به عنوان قصاص هیچ وجاهت شرعی ندارد و قصاص اندیشه با اسلحه فاقد توجیه دینی است. ما مطلقاً به خاطر عقیده سیاسی حتی ضد خدا، کسی که دینش تغییر داده باشه، هیچی، یک عمری علیه خدا هم تبلیغ بکنه، مطلقاً نه تنها اعدام نداریم، حتی بهش نمیشه گفت بالا چشمت ابروز. من از نظر قرآن عرض میکنم، ولی فقه فراورده انسان هاست در طول تاریخ. صدور حکم اعدام چند مخالف سیاسی برای قتل یک خودی، شبیه اون چه که در کردستان برای اهل تسنن، یه نفر یا دو نفر میگن کشته شدن، ولی 50 نفر محکوم به اعدام شدن که 6 تام اعدام شدن، مطلقاً از نظر دینی قابل توجیه نیست. بهترین مدلش برای شیعه خود حضرت علی است. وصایای حضرت علی تو نهج البلاغه میگن اگه من کشته شدم با این ضربه، شما فقط حق دارید یک ضربه بزنید، نه بیش از اون. یک نفر منو کشته، توصیه میکنم حتما ببخشید، اگرم میخواین بیش از یک ضربه حق ندارید. میگه مبادا به جون مردم بیفتید، تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر، رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، الا لا یقتلون نبی الا قاتلی، جز قاتل من هیچ کسی حق نداره قصاص بکنه دیگری رو. اینا رو ما داریم تو متون صرف نظر از قرآن، ولی این سوء استفاده از دین از زمان بنی امیه و بنی عباس و دیگه تو اون دوران آخر صفوی و قاجار بوده، به ما رسیده این احکام باقی و یاقی و مفسد و نمیدونم پشت سر هم. اینا هیچ کدوم مبنای قرآنی که اصل و اساس دینه به اون حالت نداره. قصاص برای متوقف کردن چرخه انتقام‌جویی فزاینده و متناسب ساختن کیفر با جرم مقرر شده، نه تشویق به آن. مطلقاً در قرآن تشویق به قصاص نیست و همه جا همطور که عرض کردم میگه که قصاص یعنی نکنین، عفو بکنید. ولی همونطور که خانم فرشته قاضی به زیبایی توصیف کردن و توضیح دادن و این کیس واقعی هم در خانواده خودشون بوده، این حق رو نمیشه نادیده گرفت. به جای تحکم و زور و اجبار، جامعه رو از طریق مطبوعات و بقیه مسائلی که بحث شد باید به این تربیت رسوند که در واقع عفو بکنه. اعلام کرده بودن که 80% اعدامی ها از قاچاقچی ها هستند، از مواد مخدر، رئیس حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود، ولی این هم هیچ توجیه شرعی نداره. درسته که قاچاق مواد مخدر بسیار خطرناکه، ولی اون سخن مرحوم طالاقانی که قصاص یعنی پیگیری، بررسی ریشه ها و رویش های جرم در جامعه، 36 سال تجربه کردیم با اعدام ها، نتیجهش این شده که ما در کرسی اول یا دوم یا سوم از نظر تعداد معتادین در مملکت خودمون هستیم، داریم با در واقع چین و روسیه و یکی دو تا کشور دیگه از تعداد اعدام ها یا مواد مخدر رقابت میکنیم. در حال اجازه بفرمایید، چون آقای دکتر نرابی هم پشت تلفن هستن، بله، همین بحث رو ایشون پیگیری بکنن مجددا، بحث جناب عالی هست. خواهش میکنم. که جناب عالی به هر حال سنت رو در اسلام مطرح میفرمایید و قوانینی که در قرآن هست. آقای دکتر نراقی بحثی رو که مطرح میکنن اینه که خب ما امروز رسیدیم به این مسئله، حالا با این مسائلی که تو جامعهمون هست چه باید کرد در اسلام؟ بله ایشون آقای دکتر نراقی که حتما استعداد دارید، بله اسلام شناس هستن و بسیار بله بارزه. بله اسلام خانم بفرمایید چند دقیقه دیگه مجددا میام خدمت. خب حالا که آقای دکتر نراقی صحبت میکنن، آقای دکتر بفرمایید. بله
خدمت خانم ها آقای ارجمند سلام عرض می کنم. از دوستان انجمن پژوهشگران ایران بسیار سپاسگزارم که مجال این توفیق رو به بوده دادن و متاسفم که امکان پذیر نشد که حضوراً خدمت خانم های ارجمند حاضر باشم. عنوان بحثی که خدمت دوستان عرض خواهم کرد شرایط مشروعیت مدنی قوانین دینی است. در حدی که بنده میفهمم نظام حقوق دینی در اسلام دست کم اونچنان که در مکاتب فقهی اسلامی متجلی شده است در شرایط کنونی فاقد مشروعیت مدنی است، یعنی التزام به این نظام حقوقی ناقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان است و بنابراین اگر این نظام حقوقی رو در عرصه عمومی تحمیل و الزام بکنیم به گمان من خلاف اصل عدالت عمل شده است. در اینجا پرسش اصلی من این استش که آیا می توانیم قرائتی از نظام حقوق اسلامی داشته باشیم که واجد مشروعیت مدنی هم باشد، یعنی یه جامعه مدنی ملتزم به حقوق اساسی یه انسانها و حقوق مدنی بتواند این نظام حقوقی رو در متن خودش به رسمیت بشناسد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، سوال مهمتر این است که احراز کدام شرایط میتواند به قوانین دینی مشروعیت مدنی ببخشد؟ یعنی به هر حال این نظام حقوقی مفروض چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا از حیث مدنی نظام مشروع و قابلیت به رسمیت شناخته شدن داشته باشه؟ من درباره سوال اول اینجا نکاتی رو عرض نخواهم کرد، یعنی اون سوال رو مسکوت میگذارم که آیا امکان چنین قرائتی به واقع وجود دارد یا خیر. ولی نکته دوم، پرسش دوم به نظر من مهم است. به فرض که چنین قرائتی وجود داشته باشد، برای این که این نظام حقوقی مشروعیت مدنی بیابد چه ویژگی های مفروض این نظام حقوقی بدیل میباید واجب باشد. برابر این سوال من مربوط به شرایطی است که تحت اون شرایط شما میتوانید برای یک نظام حقوق دینی، برای قانون دینی مشروعیت مدنی قائل باشید. پیش از این که من به تحلیل این بحث بپردازم، مایلم به این نکته اشاره بکنم که در واقع در جهان مدرن، آشنایی با جهان مدرن و تحولی که در ساختارهای فکری و اجتماعی در کشورهای مسلمان رخ داده است، جوامع اسلامی رو رفته رفته به ضرورت اصلاح اندیشه دینی هم در مقام اندیشه در سطح نظری و هم در مقام عمل سطح عملی تا حدی قانع کرده است. البته اندیشه اصلاح و تحول در جوامع دینی که عمدتاً پابند به سنتن، تعلق خاطر به سنت دارند، تقلید به سرعت در اونها ریشه می‌دواند، کار دشواری است و همواره با مقاومت روبرو بوده است. اما به نظر می‌رسد که رفته رفته ضرورت اصلاح فکر دینی از یه اندیشه حاشیه‌ای رفته رفته در میان نخبگان جوامع دینی اسلامی مقبولیت یافته است و از حد نخبگان فراتر رفته و خصوصا در جوامع اسلامی عرض کنم که طبقات متوسط جامعه رو هم تا حدی فرا گرفته است و به هر حال به نظر میاد که خود مسلمانان هم معتقدند که باید در نظام حقوقی موجود تجدید نظر بکنند. بحث اصلاح نظام حقوقی خصوصا برای دو گروه هست که موضوعیت و اهمیت دارد. گروه اول در واقع کسانی هستند که مایلن در عین پابندی به دین خودشون، در عین حفظ ایمان دینی خودشون نسبت به اقتضاعات مدرنیت گشوده باشند، یعنی به ارزش‌های جهان مدرن و خصوصاً حقوق بشر پابند بمانند در این حال که ایمان دینی خود رو هم پاس می‌دارند. این گروه می‌کوشند که از سر تعلق ایمانی خود درکی از دین ارائه بکنند که با اقتضاعات اساسی جهان مدرن از جمله مسئله حقوق بشر سازگار باشد. گروه دومی هم که مسئله
عرض کنم که اصلاح نظام حقوق دینی براشون مهم است. کسانی هستند که لزوماً تعلق و تعهد پایبندی به دین ندارند، اما در جوامعی زندگی می‌کنند که مقدرات زندگیشون خواه نخواه تا حد زیادی تحت تأثیر نظام حقوقی سنتی دینی قرار گرفته است. نظامی که عمدتاً و خصوصاً یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این است که بین پیروان این دین و سایر شهروندان به نحو سیستماتیک تبعیض قائل می‌شود. بنابراین اگر این نظام‌های حقوقی بتوانند از درون جامعه دینی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار بگیرند، کسانی هم که به هر حال ناگزیر در ذیل چنین جوامعی زندگی کردند، البته مجال تنفس بیشتری خواهند یافت. بنابراین به نظرم میاد که ضرورت اصلاح نظام حقوق دینی فقط سؤال برون دینی نیست. کسانی که در بیرون حوزه دین هستند به چنین ضرورتی قائل نیستند. علاوه بر اونها در درون خود جامعه دینی هم جریان مهمی به نظر من جاری است که این اصلاح رو ضروری می‌داند. من مایلم که پیش از این که با جزئیات بیشتر شرایط مشروعیت مدنی قوانین دینی رو عرض کنم، چند نکته مقدماتی و روش شناسانه رو در اینجا بیان بکنم که به نظرم پیش شرط و پیش فرض تقریری از نظام حقوق دینی است که واجد مشروعیت مدنی است. نکته اولی که مایلم برش تأکید بکنم این است که قرآن متضمن هیچ حکم حقوقی نیست. ببینید، برای اولا گزاره‌های امری که در قرآن آمده است، معلوم نیست که اینا واقعا فرمان باشد یا نه، یعنی مورد بحث است. به صرف اینکه یه گزاره صورت دستوری امری دارد، شما این رو نمیتونید یه حکم تلقی کنید. بعد باید معلوم بشه که این حکم به اصطلاح مطلق است یا مقید است، یعنی برای همه اعصار است یا برای اون موقعیت ویژه است که در او صادر شده است. باید معلوم بشه موضوع این فرمان آیا تا روزگار پسین هم ثابت مانده است یا نه. باید معلوم بشه آیات دیگری که در این متن هستن ناسخ اون آیه هستن یا نه و امثال اینها. به تعبیر دیگه، برای تبدیل یک حکم قرآنی به حکم حقوقی مسیر بسیار طولانی باید پیموده بشه. تازه اینا مبتنی بر این فرض است که قرآن یا کتاب قانون است یا میتواند به مثابه منبعی برای نظام حقوقی به شمار برود. کسانی در این اصل هم تردید دارند، یعنی کسانی معتقدند که در نهایت قرآن رو باید کتاب هدایت بخش تلقی کرد، به این معنا که بناست در این متن بینش خاصی نسبت به جهان و موقعیت انسان در این جهان عرضه شود که رکن اصلیش باور به خدای یکتا و حیات پس از مرگ است. این نکته اول. نکته دوم این است که منابع روایی، احادیث در فرهنگ اسلامی هم که یکی از مهمترین منابع نظام حقوق اسلامی بوده است، باید به دقت مورد نقد و بررسی علمی قرار بگیرد. شما ملاحظه کنید کسانی مثل گلسیر و شاخت که از اسلام شناسان برجسته غربی هستند، به نظر من به درستی تردیدهای جدی در اصالت بسیاری از روایات و احادیث اسلامی روا داشتند. تا اونجا که اساساً کسی مثل گلسیر و شاخت معتقدند که اعتماد به وثاقت حدیث یکسره مردود است، به این احادیثی که در منابع روایی گرد آمده است مطلقاً نمیتوان اعتنا کرد و اعتماد کرد. من البته شخصا معتقدم که نفی مطلق اعتبار تاریخی احادیث موضع رادیکالی است که احیانا به لحاظ علمی قابل دفاع نیست. اما خواه شما این نظر امثال عالمانی نظیر گلسیر و شاخ رو بپذیرید خواه نپذیرید، یک نکته به نظرم مهم است و این استش که عالمان مسلمان در فرایند نقد و اعتبار سنجی روایات و احادیث اسلامی باید سختگیری بسیار بیشتری بکنند و خصوصا روش‌های نقد علمی تاریخی رو در مورد منابع اسلامی به طور کلی و احادیث به طور خاص به کار بگیرند. این از اون جهت مهم است که به هر حال این احادیث قرار است که مبنای نظام حقوق دینی قرار بگیرد.
نکته مقدماتی سوم هم که مایلم عرض بکنم این است که در مقام فهم احکام قرآنی و احادیث نبوی نباید سیاق تاریخی اون احکام و روایات نادیده گرفته شود. ببینید سیاق یا زمینه تاریخی، ارجاع به سیاق و زمینه تاریخی در کشف معنای آیات و احادیث نقش مهمی ایفا می کند. بسته به این که شما این آیه یا حدیث رو در چه زمینه یا سیاق تاریخی بنشانید، معنای این آیه و حدیث ممکن است که به نحو جدی و بنیادینی تحول بپذیرد. اما در اینجا یه مشکل بسیار مهم وجود دارد. بسیاری از پژوهشگران باز به گمان من به درستی نشان دادند که اون چه که در ادبیات و منابع اسلامی تحت عنوان شأن نزول آیات نامیده می شود احتمالاً در قرون بعدی خصوصاً اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری عمدتاً توسط خود فقها جعل و برساخته شده است تا بعد بتوانند با ارجاع به اون بستر تاریخی ساختگی مصنوع معانی از آیات قرآنی استنباط بکنند که با حکم حقوقی که خود اونها پیشتر و بر مبانی مستقل به اونها رسیده بودند توجیه و مشروعیت دینی فراهم بکنند. بنابراین شما اگر قرار است که یک نظام حقوقی بازسازی شده بیافرینید از جمله باید این زمینه یا سیاق تاریخی رو که به اصطلاح تحت عنوان شأن نزول آیات قرار است که این احادیث یا احکام رو در یه بستر تاریخی معنا بکنند رو هم باید دوباره مورد نقد علمی قرار بدهید و به این ترتیب عرض من این است که اصلاح نظام حقوقی بدون نقد علمی روایات و احادیثی که برای این آیات به اصطلاح آیات قرآنی سیاق می آفرینند یا خودشون مبنای استنباط و حکم حقوقی هستند امکان پذیر نیست. با فرض این مقدمات من مایلم که به اختصار توضیح بدم که تحت چه شرایطی به نظر من می رسد که نظام حقوق دینی می تواند مشروعیت مدنی داشته باشد. شرط اول به گمان من این استش که نظام حقوق دینی باید با مصالح اساسی زندگی جامعه دینی سازگار باشد. به بیان دیگر حقوق دینی، قانون دینی باید مصالح عقلایی و برون دینی جامعه دینی رو محترم بشمارد و در صیانت اونها کارآمد باشد. شما ملاحظه کنید برای مثال شاطبی فقیه برجسته مالکی در قرن هشتم هجری که برای نخستین بار یک کتاب مستقلی درباره مقاصد شریعت نوشت معتقد است که شریعت باید مصلحت یا نفع عمومی و خصوصی رو در جامعه صیانت بکند و دست کم نافی اونها نباشد. آقای دکتر نراقی فرصت دارم که جمله‌ام رو تمام بکنم. خواهش می‌کنم بفرمایید جمله‌تون رو تمام بکنید چون ما با شما بعدش کار داریم. بفرمایید. بنابراین شرط اول این هستش که نظام حقوقی اصلاح شده باید مصالح عقلایی و بروندینی مثل حفظ جان، حفظ عقل، ثروت یا نفس رو صیانت بکند. شرط دوم این است که مشروعیت دینی باید در چارچوب جواز اخلاقی باشد. این نکته است که ما از متکلمان معتزلی آموختیم به این معنا که امر دینی، قانون دینی نمیتواند هیچ تکلیف اخلاقی رو نقض بکند. و شرط سوم هم به نظر من از همه مهمتر است این است که نظام دینی مشروع و اخلاقی فقط برای پیروان اون دین لازم الاجراست. یعنی شما نمیتوانید قوانین دینی رو ولو این قوانین اصلاح شده و اخلاقی رو به عنوان قانون مدنی در عرصه عمومی تحمیل بکنید. فقط اون دسته از دینی دلایل عقلانی مستقل دارند ممکن است که در طبق بر مبنای مکانیزم‌های عرض کنم که دموکراتیک بتوانند تبدیل به قانون مدنی بشن. جوامع دینی فقط مجازند که قوانین دینی رو در میان خودشون جاری بکنند مشروط به دو شرط.
شرط اول این است که این جوامع داوطلبانه باشند، یعنی نه فقط پیوستن افراد به این جامعه دینی آزادانه و به اختیار باشد، بلکه خروج افراد از اون به شکل داوطلبانه ممکن باشد. و شرط دوم این است که قوانین دینی که در متن جامعه داوطلبانه دینی لازم الاجراند نباید ناقض حقوق اساسی باشند. بنابراین حتی اگر نظام حقوق اسلامی در چارچوب اخلاق و رعایت اصل عدالت و عقلایی بودن عرض کنم که تجدید نظر بشود، این اصول، این قوانین فقط برای کسانی لازم الاجراست که به اون دین خاص پیوند دارن. جامعه مدنی ملک مشاع همه شهروندان است و کسی حق ندارد که بر مبنای عقاید یا باورهای دینی شخصی خود قوانینی رو برای مدیریت عرصه عمومی بر کسانی که در اون باورها با او شریک نیستن تحمیل کند. تحت این شرایط است که به نظر من یک قانون دینی می تواند مشروعیت مدنی بپذیرد و در متن یک جامعه مدنی امکان زیست مسالمت آمیز داشته باشد. از توجه خانم هایم سپاس گذارم. خیلی سپاس گذارم آقای دکتر نراقی. می دونم که شما 3 ساعت از ما جلوتر هستید و آن ساعت 10:20 شب شماست، ولی امیدوار هستم حداقل 1 ساعت دیگری رو با پیش ما بمونید، بلکه که ما یه بحث‌های دیگری رو داشته باشیم. البته شما مسائل بیشماری رو باز کردید که ما تا 10 شب خودمون، یعنی تا 1 بعد از 2 شب شما، این رو ادامه خواهیم داد. در حال حاضر سپاسگزارم، از شما خدافظی می‌کنم، امیدوارم باز به شما برگردم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدمتتون عرض شد که همونطوری که ملاحظه کردید دکتر نراقی مباحثی رو باز کردم که اینجا میتونیم بهش مجدداً بپردازیم و در اون زمینه صحبت بکنیم. جهت اطلاع خانم ها و آقایون باید عرض بکنم که این پنل وقت طولانی داره و چون بزرگترین پنل ماست میتونیم که تا ساعت 10 شب اینجا ادامه بدیم و بتونیم سوالاتی رو که مطرح میشه پاسخ بدیم و در اولین جلسه‌ای که این مسئله باز میشه شاید قدمی برداشته بشه برای اینکه این جامعه ما در این بنبستی که قرار گرفته راه حلی براش پیدا بشه. آقای دکتر باقرزاده، جناب عالی، خواهش میکنم ادامه دهنده بحث بشید و بعد به ترتیب از آقای دکتر خایری. شما میخواید همونجا بشینید یا تشمیر میام اونجا؟ خواهش میکنم بفرمایید. چند دقیقه به 8 شب ما یک تنفس کوتاه میدیم برای اینکه با خوشحالی خدمتتون عرض کنم یه ساندویچ هایی آوردن اینجا و قبل از اینی که تنفس داده بشه 3 دقیقه فرصت برای خانمی هست که اینجا حضور دارن از ویروس سالا مطالب خودشون رو مطرح بکنن. در آغاز جلسه بعد، یعنی 1 ربع بعد از تنفس، ما 2 بخش رو قبل از سخنران ها خواهیم داشت. یکی آقای نوریزاد 5 دقیقه خواستن با ما صحبت بکنن که حتما این وقت رو میگذاریم. سپس خانومی هستن که از لندن به عنوان یکی از مشاورین انجمن در رابطه با این کنفرانس تلاش بسیاری زیادی رو کردن و الان دارن دکترای خودشون رو در این زمینه میگیرن و ایشون هم چند دقیقه‌ای رو و سپس برمیگردیم به سالن. آقای دکتر باقرزاده، فقط جهت اطلاعتون عرض بکنم که از اون وقتی که من یادمه که واقعا سر مبحث اعدام تلاش‌های انجام میشد، دکتر باقرزاده جزء اولین هایی بود که در این زمینه قدم گذاشت و خب حالا اتهاماتی هم داره. اتهام این رو داره که یکی از مقالاتش روزنامه شرق رو بسته، یکی از مقالات دیگرش یه روزنامه دیگر رو، ولی همچنان فعالانه ادامه میده. در حال حاضر در انگلستان تشریف دارم. خواهش میکنم آقای دکتر. سپاسگزارم از شما خانم کاشفی و دست درکاران این برنامه. البته من یه روزنامه رو بستم، فقط اونم روزنامه نشاط بود. شرق و گفتن مسئولش خانم ساقی قهرمان بود. با این سوال شروع می‌کنم که آیا قوانین اسلامی حاکم
امکان با وجود قوانین اسلامی حاکم امکان لغو کیفر اعدام وجود دارد؟ این سوال این پنل بود و من همین گرفتم. سوال در من مهم تعیین کننده است، چون به هر حال اگه جوابش آری باشه معنیش اینه که بس بواسطه تلاش کرد که این کار انجام بشه، اگه جوابش نباشه که بی خود معطلیم وقت تلف می‌کنیم بنابراین به دنبال کارمون. ولی خب من فکر می‌کنم که این سوال پاسخش به سه تا نکته بسیاری داره. یکی این که وقتی قوانین اسلامی میگی منظورمون چی است، چون آقای بازرگان هم اشاره کردن که قوانین اسلامی یه تعریف خاص داره، تعریف مختلف داره. دومی که البته ما اینجا قیدش کردیم به قوانین اسلامی حاکم، پس اشارمون به قوانین اسلامی موجود جمهوری اسلامی ایرانه و میشه با توجه به این جواب داد. و سومی که آیا ما اگر نتونیم به لغو کیفر اعدام در این شرایط برسیم، به مثلا توقفش میتونیم برسیم، به تقلیلش میتونیم برسیم؟ به هر حال چیزهای مختلف وجود داره، این سوالات جوابای مختلف میشه بهش داد. یا اینکه حداقل مانع از گسترشش بشیم. به هر حال بعد یه نمونه‌هایی وجود داره که یه تغییراتی رخ داده، مثلا اخیراً با توجه به اقدامی که خانم علی نژاد مادر اون جوان مقتول در مورد بخشش قاتلش انجام داد، باعث شده که یک جریان توی ایران راه بیفته که افراد دیگری پشت سر همین کار انجام بدن و گفتن تا به حال 10-15 نفر یا روزی این تعداد از متهمان مشابه به قتل با توجه به عفوی که از طرف خانواده مقتول گرفتن از مرگ نجات پیدا کردن. یا داستان یا خود این که اگه نگاه کنیم که آمار اعدام در ایران همیشه ثابت نبوده، بالا پایین میرفته. در دوران دهه اول انقلاب اعدام خیلی بالا بود، سر به هزاران میزد سال 67 سالهای قبلش. در دهه دوم که دهه 70 باشه یه مقدار کاهش پیدا کرده بود. دوران آقای خاتمی بین 100 و 200 اعدام در سال انجام میشد. از دوران احمدی نژاد مرتبه اوج گرفت، رفت بالا تا حدود 500-600 تا رسید و در دوران آقای روحانی هم ادامه داره. بنابراین پس یک تأثیراتی وجود داره، یه عوامل وجود داره که این ادامه رو کم زیاد میکنه، پس میشه یک کار اینجوری کرد. برخواستم این که ما ممکنه به لغو اعدام در جمهوری اسلامی ایران نرسیم، ولی شاید بشه کاری کرد که اعدام کم بشه یا اینکه به صورت مختلفی روش تأثیر بذاره. مثلا یک جنبش لگام که ایجاد شده که آقای محمدی نوری‌زاد و آقای دکتر ملکی و آقای افرادی هستن، چند نفر خانم سیمین بهبهانی و افرادی هستن چند نفر در ایران که راه انداختن. هدفش همینه که اولا اعدام‌ها رو از خیابان‌ها جمع کنن، بعد کمش کنن، به تدریج به سراغ یک جلو برن تا ببینن تا کجا پیش میرن. خب حالا راه پس اگر راهی وجود داره برای که کمش بکنیم یا متوقفش کنیم، چه راهکاری وجود داره؟ یکیش فشارهایی است که میشه برای جمهوری اسلامی ایران وارد کرد، فشارهای داخلی و فشارهای بین‌المللی. فشار داخلی از طریق همین کار رسانه‌ای، اگر مثلا کیسای مطرح میشه، فشاری که در ایران انجام میشه که برای که مثلا اعدامی کسی متوقف بشه، از این کارا که صورت میگیره گاهی پیش گاهی موفق شده. یا اینکه فشار بین‌المللی که در خیلی از موارد پیش اومده که مثلا در مورد خانم آشتیانی افراد دیگه فشار بین‌المللی بود که تونست رژیم رو وادار کنه که از اعدامش دست برداره. برای اینکه از راه‌های فشار، البته این فشارها باعث همونطور که در پنل قبل گفته شد خیلی با دقت و حساب شده انجام میشه، چون اگر فشارها متمرکز بشه روی متهم و خانواده مقتول نادیده گرفته باشن، گاهی وقتا نتیجه عکس میده. در مورد بهنود شجاعی این کار انجام شد، ولی حساب شده باید پیش بره که این کارا پیش نیاد. بعد دیگه اینکه باز کردن راه بحث و گفتگو. میدونید که یکی از مشکلات جامعه یعنی جمهوری اسلامی ایران اینه که حتی اجازه بحث و گفتگو درباره مسئله اعدام رو تو ایران نمیدادن یا نمیدهن یا خیلی کم میدهن. بعضی دوستان میدونن که من یه مقاله نوشتم اشارهشون به روزنامه نشاط، اینه که سال 1378 یعنی تقریبا 14 سال قبل بود که اون مقاله کوتاهی از من توی روزنامه نشاط چاپ شد، که فکر کنم برای اولین بار بود که در جمهوری اسلامی ایران کسی مطلبی نوشته راجع به اعدام که اعدام باید لغو بشه. ولی خود همین کلمه که اعدام لغو بشه
بهانه شد که سرسده ایران نختن رو دماره بستن مدیرانش و سردبیر و آقای شمس الواحدین آقای سفری و آقای باقی رو که از مسئله دفاع کرده بود بردن زندان و چندین سال اینا رو زندان کشیدن. یعنی میخوام که یک فقط طرح این که اعدام نباشه تو ایران اینقدر مشکل بود. بعد خود منم گفتن منکر ضروری اسلام شده است و محکوم به اعدام از این حرفا. آقای دهنمکی هم که حالا فیلم ساخته شده برای من جایزه 10 میلیون تومانی گذاشت. البته گفتن چون کم بوده کسی گوش نکرد. ولی خواستم بگم که این کارا هم توی میشین کار کرد. جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که این مسئله رو نذاره بحثش، چون به هر حال جامعه ایران با توجه به اینکه 30 چند سال جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده و بعد به نام اسلام داره اعدام‌ها رو انجام میده، ده زیادی ممکنه خب قبول کرده باشن که پس این درسته، چون ادله مخالفش نشیدن و به خصوص ادلهایی که اینجا مطرح میشه در موردی که اعدام اثری در کاهش جنایات نداره، اعدام باعث ترویج خشونت میشه، اعدام اشتباهی انجام میشه، از این مسائل تو ایران مطرح نشده و نمیذارن انجام بشه. بنابراین اگر آمار میگیرن و مردم اکثرا طرفدار اعدامن، چون اون به استدلال مخالف رو نشنیدن. بنابراین اگه بشه این بحث رو تو ایران باز کرد میتونه کمک کرد. هر حال البته نکته که من اینجا بگم اینه که ما در ایران با اعدام روبرو نیستیم، با یک بس پدیده دیگه روبرو هستیم. وقتی میگیم اعدام، یک تصور خاصی پیش میاد. اعدام مثلا در اینجا وجود در آمریکا وجود داره. خب فرد رو میگیرن، متهم به قتل، کشتن، دادگاه میره، دادگاه محاکمه میشه، محاکمات هیئت منصفه وجود داره، اونجا هیئت منصفه نظر میده، رأی میده، کار انجام میشه، بعد تجدید نظر میشه، بعد میده در مراحل مختلف طی میکنه تا به هر حال بعد از یه روندی که خیلی هم طولانیه یه نفری که مثلا کار کرده محکوم به اعدام میشه. تو ایران که این مسائل وجود داره، افراد رو امروز میگیرن فردا محکوم به اعدام میکنن، ادله یا شواهد علمی وجود داره، بیشتر فشار روی اینه که اقرار کنه، اقرارش هم زیر فشار یا شکنجه به هر صورت اقرار میگیرن و این کار انجام میشه. و بعدم ما یعنی میخوام بگم که در ایران قتل انجام میشه نه اعدام. یعنی قتل به این صورت که طرف رو بدون توجه به چیزهای قانونی میگیرن و میکشن. بعدم قتل تکتیکی نیست، قتل عامه، به این معنی که 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر رو در یک روز اعدام میکنن. اینا رو آدمایی هستن که کسی نه دربارشون چیزی میدونه، نه اطلاعاتی میدن، نه حتی اسم و رسم میدن، نه سن میدن، نه میمونه که کی بودن، چی بودن. رژیم فقط اینا رو با قاچاقچیان و قاچاقچی یا نمیدونم اشرار یا اراذل و باش اعدام میکنه، خبرش هم توی روزنامه میاد و تموم میشه، رد میشه. بنابراین ما در ایران با قتل عام روبرو هستیم، قتل عام های پیاپی، قتل عام هایی که در دهه 60 روی صدها و هزاران بود و بیشتر سیاسی بودن و بعدن خب کم کم سیاسیون تموم شدن دیگه به قتل عام دیگه ادامه. الان ما شاهد این وجود قتل عام ها هستیم و این مسئله واقعا خیلی چیزه، واقعا فاجعه است که در ایران این قتل عام ها صورت میگیره و خبراش خیلی کم در میاد و جامعه مدنی ایران اعتراض نمیکنه. مثلا کسی بیه که بابا این کیا کی بودن، 20 نفر که شما کشتین اسمشون چیه، رسمشون چیه، طرف کی بوده، چرا بودن، هر کدوم یه آدم بودن، یه آدم ها دارای یه مدار یک احساساتی انسانی بودن، کسی بودن، بالاخره اگه جرم میکردن جرمشون چی بوده، اینو کی ثابت کرده، کی نشون داده که اینا هیچ چیز نداره دیگه، میکشن دیگه قسم. حالا به هر حال بعد وقتی میرسیم به مسئله قوانین اسلامی، طبیعی است که این مسئله پیش میاد. خب توی ایران جامعه بیشتر مذهبی است، به هر حال چیز کرده اینا به نام اسلام میکشن و به نام اسلام اعدام میکنن، برای این خیلی فکر میکنن که دیگه پس مسئله درسته، کمتر کسی اعتراض میکنه. و بعد کمتر کسی سوال میکنه که این قوانین چقدر درست یا غلطه. قانون که می‌نویسن می‌نویسن حدود 20 جور تعیین می‌کنن براش قتل، نه فقط کشتن نیست، نمی‌دونم فساد روی زمین، محاربه با خدا، نمی‌دونم جرایم جنسی، جرایم دیگه که اقتصادی و امثال هم که براش بخش وسیعی گفتن اعدام باید بشه.
مشکل در واقع در این نیست که جامعه مذهبی یا قبول مشکل مشکل ما اون اسلام سیاسی که حکومت میکنه، چون واقعا جوامع مذهبی که فقط شامل ایران نیست، ما 20 کشور اسلامی داریم، خب در اونجا مردم مسلمان دارن زندگی میکنن و کار میکنن، اینقدر اعدام وجود نداره، اینقدر مردم به هر حال شاهد قتل عام نیستن. بنابراین ما مشکلمون مسئله اسلام سیاسی است که به نام اسلام میکشه و از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکنه که کار انجام نشه. البته آقای بادگان اشاره کردن که این مسئله منحصر به اسلام نیست، در مسیحیت هم بوده در دوران قرون وسطا و درستم هست، این مسئله کشتن و کشتار و اعدام این حرف ها مسئله تمام جوامع بشری بوده، منتها سایر جوامع یا بیشترشون از این مراحل گذشتن و ما متاسفانه تازه گرفتار شدیم و این واقعا نظر من فاجعه است که در قرن 21 هنوز جامعه ای وجود داره که در اونجا افراد به دلیل اینکه مثلا شراب خوردن به سه مرتبه اعدام میشن یا اینکه نمیدونم تغییر مذهب میدن اعدام میشن یا چه میدونم، اون مشکلاتی وجود داره. حالا من نمیخوام وارد مسئله بشیم که آیا واقعا اسلام اینا رو تجویز کرده نکرده، آقای بادران اشاره کردن، فقط میخوام به اشاره بکنم به این که متاسفانه ما خب جامعه ما که این همه دچار اسلام زدگی شده به این معنی که اسلام سیاسی حکومت میکنه، از اون طرف مردم که از اسلام دارن فرار میکنن، نمونهاش هم فراونه. اگر واقعا کسانی هستن که در اسلام دارن باید به مسئله زیاد کار کنن دیگه، نه؟ یعنی خصوص مثلا نواندیشان دینی که میخوان اسلام رو به اسلام پاکی ارائه بدن، در من خیلی مهمه که بیان و اینجا مثلا میلی کنه آقومت بگیرم. من سعی میکنم تون حرف بزنم که وقت رو زیاد نگیرم. به هر حال از دید بسیار این هستش که اسلام خب درش خشونت زیاده، قرآن میخونن، آیات قتال، آیات نمیدونم، البته قتال میدونیم کشتن نیست، جنگ، ولی خب آیات قتل هم هست، فقتلوهم حیث ثقفتموهم که میگه که اگر در رابطه با مشرکین در یک رابطه بوده که بکشید، اینا رو میگیرن، میگن که نشون میده که اسلام همش دین خشونت و ظرفاس، این درسته. البته در همین قرآن هم از اون طرف آیات دیگه هستش که در مورد حرمت انسان میگه، در مورد اینکه انسان خیلی حیاتش مهمه، اشاره کردن آقای بزرگان به اون آیه معروف که دو تا آیه هم هست که تقریبا شبیه همه، که کسی اگر انسانی رو بدون اینکه در برابر انسان دیگری یا بدون فساد روی زمین بکشه، مثل اینکه همه آدم رو زمین رو کشه. بنابراین مسئله انسان و حیاتش در قرآن با همه تلقی شده، منتها خب جمهوری اسلامی ایران این نکات رو نادیده میگیرن، بیشتر میرن به آیات مربوط به اینکه نمیدونم قصاص کنید و چشم و گوش و این قصاص نفس هست که قبل مسائل. من فکر میکنم که واقعا یه مشکل ما اینه که جمهوری اسلامی ایران داره به نام اسلامی قد آدمی میکشه، ولی از اون طرف راهنشان دینی ما حاضر نیستن که برای دفاع از اسلام شده در برابر این فجایع و این همه به اصطلاح کشتارها موضع بگیرن. ولی چرا مثلا تو ایران نگادم نگاه میکنه؟ من فقط آقای باقی رو میشناسم که به طور جدی و به اصطلاح پیگیر داره در مورد مسئله اعدام کار میکنه، آقای مولدین باقی رو در خارج کشور من نمیبینم روحانیشان دینی ما بیان و در نهاد حقوق بشری برای مبارزه با این مسئله با این مفهوم و برای دفاع از اسلام خودشون و در این حال دفاع از حیثیت انسانی کار کنن و مبارزه کنن با این سیاست جمهوری اسلامی ایران. یه اشاره دیگه من بکنم که در این آیه معروفی که ایشون خوندن که میگه که من قتل نفس غیر نفس او فساد فی الارض، خب قید کرده گفته که اگه آدم کسی رو بکشه، نه برای اینکه خب قصاص کرده باشه، نه برای اینکه طرف
مرتکب فساد شده. بعد این آدم با این کارش در واقع مثل اینه که همه انسان‌های روی زمین رو کشته، یعنی خیلی جنایت بزرگی است. ببینید من خیلی تعبیر زیبایی است. و دنبالش میاد و اگر اونو احیا بکنه مثل این است که همه انسان روی زمین رو احیا کرده. در بند اول استثناء آورده، استثناءش اینه که به غیر نفس او فساد فی الارض، یعنی اگر کسی در برابر به خاطر قصاص مثلا کسی رو بکشه یا به خاطر اینکه فساد روی زمین کرده، اگه اینجوری این استثناء رو بدیم کنار، بعد اون به اصطلاح برابر است با کشتن تمام مردم روی زمین. ولی در اون بند دوم که میگه اگه کسی انسانی رو زنده کنه هیچ قید و نفس و استثناء نداره، بنابراین بند دوم در واقع معناش مبارزه با اعدامه، یعنی لغو اعدام رو لغو کنید. چون به هر حال گفته اگه کسی رو احیا کنه، یعنی اون کسی که احیا میشه مهم نیستش که چیکار کرده، آدم کشته، نمیدونم جوانی بوده، آدم سالم بوده، مثل کاری که وظیفه که برای پزشکان تعیین کردن که پزشک وقتی این مریض رو ببینه وظیفه‌اش معالجهشه، صرف نظر که اون طرف کی باشه، مجرم باشه نباشه از این حرفا. بنابراین این میذاره من خیلی مهمه که روشن نشان نیما روی مسائل کار کنن و واقعا اینا رو بگیرن به جامعه، به جامعه مذهبی ایران نشون بدن که اگر واقعا میخوان روی احکام اسلام کار بکنن اینا خیلی نشون دهنده است. نکته دومی که میخوام در اینجا اشاره کنم اینه که قرآن میدونید که از انسان به عنوان خلیفه روی زمین نام میبره و همونطور که اشاره کردم برای جان انسان خیلی ارزش قائله. و از طرف دیگه قرآن مسئله مرگ و زندگی رو کار خدا میدونه، میگه که هو الذی یحیی و یمیت، اون خداست که زنده میکنه و میمیرانه. این آیه ای که تکرار شده یه داستان هم از مربوط به ابراهیم پیغمبر که میگن در زمان نمرود که بت‌ها رو میشکست بردنش اونجا پیش نمرود و اون گفتش که چرا این کار کردی؟ گفت که خدای من اینا نیستن و خدای من خلاصه داره این خصوصیاته. گفت خدای تو چیکار میکنه؟ گفت خدای من میتونه آدم زنده کنه، آدم بمیرونه، خب منم برای این کار انجام بدم. دو تا زندانی گفت بیارن، زندانی رو آوردن گفت اینه بکشین اینه رو آزاد کنین، گفت ببین منم میتونه کار انجام بدم. به این دقیقا کاریست که قاضیان جمهوری اسلامی ایران میکنن، یعنی به خودشون حق میدن که جای نمرود بشینن با آدم بکشن، یکی یکی رو آزاد کنن. اینا رو باید واقعا به مردم گفت که قضاوت و حکم اعدام در واقع کار خدایی است و کسانی که کار میکنن خودشون جای خدا نشوندن و دارن کار خدا رو انجام میدن. و این واقعا چیزی که از مصادیق بزرمان شرک در اسلام که چرا این کار انجام میده. برای خواستم این که نمونه های زیادی هستش که در اسلام وجود داره که اگر واقعا کسی بخواد به نام اسلام آدم بکشه باید به این آیاتم توجه کنه و اینا رو روش کار بکنه و نشون بده که، یا این کتابی که آقای باقی نوشتن خیلی مفصل اونجا دلایل اسلامی خودشونه برای اینکه باعثی با اعدام مخالف بود آورد. و به نظر من خیلی مهمه که ما در جامعه ایران، جامعه‌ای که به هر حال مذهبی است ولو که از اسلام حکومتی زده شدن، واقعا میتونیم به حرفا رو طرح کنیم و به سبب مطرح کنیم که اعدام کردن یک کاری است که علاوه بر اینکه حالا کار یعنی کشتن انسان اون چیزای قرآن میگذاره، در مورد اینکه حالا مثلا در مورد حتی استثناءهای موجود داره در مورد قتل نفس یا اینکه در مورد فساد روی زمین کی میتونه قضاوت کنه که واقعا این آدم واقعا مجرمه. ما میدونیم در مثلا جامعه مثل آمریکا که هیئت منصفه است و این همه مایه میذاره برای اینکه کسی که میخواد داده و محاکمه بشه و محکوم به اعدام بشه، اینقدر مایه میذارن که مطمئن باشن که این طرف واقعا آدم کشته، 10% خطا در میاد. در جمهوری اسلامی ایران مثلا بدونید که 90% خطاست. دقیقاً این جلسه رو تشکیل دادیم به همین دلیل که این مسائل رو مطرح بکنیم. مجددا به شما برمیگردیم. آقای دکتر حائری بفرمایید. جریمه شما اینه که جور دیگران رو بکشم بیشتر صحبت کنم؟ نه بزرگتون هر شود که آقای دکتر حائری چندین بار در کنفرانس های ما حضور داشتن
در یکی از کتاب‌هایی که کتاب حکومت و مذهب هست مقاله‌ای رو در این زمینه دارم. آقای دکتر حائری، تا اینجایی که من می‌دونم شما به کروات و به آرایش موهای ایشون نگاه نکنید، ایشون حجت الاسلام هستند. از طرف دیگه آقا مقام پایین آوردی. از طرف دیگه من یه سوالی رو که مطرح هست حضور شما از ایشون بکنم. آیا درسته که شما هم دوره آقای خامنه ای بودی؟ خدا نکنه. و آیا درسته که شما شاگرد آقای خمینی بودی؟ بله. خب حالا اصل مسئله رو که امیدوارم که بعد از پنل بهش برگردیم، آقای مهندس بازرگان مطالبی رو مطرح فرمودن، آقای دکتر نراقی مطالبی رو اشاره کردن در رابطه با قوانین حقوقی در اسلام، دکتر باقی‌زاده هم که به هر حال بحثی رو که باز کردن تحت عنوان نواندیشان دینی است که البته حالا نمیدونم چه سابقه ای رو داره که امیدوارم شما بگید، ولی بحث اصلی اینجاست که اگر من برمیگردم مجددا به پنل، اگر در اسلام این مطالبی که جناب مهندس بازرگان میفرمایند اصل پذیرفته بشه و حاکمیت جمهوری اسلامی را هم از طرف دیگه چون صاحب قدرت در مملکته الان بدونیم بخوایم مقایسه و قضاوت بکنیم، آیا کدوم یکی رو شما مسلمون میدونید؟ اسلام کنم. بله، عرض سلام دارم خدمت حضار محترم. من اعتقاد دارم که ما برای اینکه به اون مقصدمون برسیم باید یک نگاه عمیق‌تر به جامعه‌مون بندازیم. ما باید جامعه رو بشناسیم. شما وقتی میری مبارزه میکنید، اگه بکسور هستی یا کشتیگیر هستید، طرف تو باید بشناسی، ببینی که یا دوتا فیلمش قبلا دیده باشی، همینجوری اگر به مبارزه بری شکست میخوری. ما باید اول شناخت دقیقی از جامعه داشته باشیم. ما در اروپاییم، در آمریکا هستیم، اصولا در اینجا صحبت کردن خیلی راحت، مقایسه آن با یک جامعه پیچیده فئودالیسم، با یک جامعه عشیره‌ای که ما وارث یک جامعه عشیره‌ای قبیله‌ای فئودالیسم هستیم خیلی فرق می‌کنه. ما وارث یک جامعه مردسالار هستیم. همه ما در جوامعی بزرگ شدیم که خدای روی زمین مردان هستن. ما در جامعه، در خونه یک قانون داریم برای خودمون، پدرمون قانون داره، خدای روی زمین هست مرد. اینا همه رو باید با در نظر گرفتن. اگر میبینید اروپا ترقی کرد، اروپا پیشرفت کرد، اعدام در اون نیست، این مذهب مسیحیت نیست. همین مذهب مسیحیان در آمریکای لاتین اونجا اجازه میده دخترها رو میفروشن، در پرو و جای دیگر. این جامعه است که دگرگون شده است. چون جامعه از فونتمنت یا از اساس دگرگون شده، برای دگرگونی جامعه هم 100 سال مبارزه شده است در اون جامعه. اندیشمندان آمدن، کسانی مثل راسل، پوپر، هایدگر، مارکس، صدها اندیشمند قبل از او آمدن، مونتسکیو آمد، خدمت اینا آمدن، اصلا یک طرح جدیدی نوعی ریختن، مناسبت انسان با انسان، روابط اجتماعی، قواعد درست کردن و براش بیش از 100 سال مبارزه کردن. کلیسا زیربار نمیره تا آمدن اون انقلاب رنسانس را یا رنسانس را انجام دادن. آمدن کلیسا رو خلصلا کردن، گفتن روزهای یک شنبه فرموش، ما هرچی میخواه فرمایی همجوری فرمایید، اما در امور دین دخالت نکنید. اگه آرزوی آمال همه ما این است که یک روزی ما جامعه داشته باشیم در ایران، در خاورمیانه اعدام نداشته باشیم، باید براش اندیشمندانی، دانشمندانی، فیلسوفانی، متفکرانی بیان، از اول مبانی بنویسن. ما نمیتونیم تقلید کنیم اون چرا که در بلژیک اتفاق افتاد، در فرانسه اتفاق افتاد یا در انگلیس افتاد، همون رو کپی کنیم در ایران پیاده کنیم. چرا با بافت اجتماعی جامعه ما فرق دارد.
و هم همخوانی ندارد. انقلاب وقتی داشت میشد، من یادم بود خودم یکی از متاسفانه انقلابیون بودم، فکر میکردیم که آقای خمینی گاندی میشه و ما هم میشیم فرانسه. اشکال ما به پسر پهلوی این بود که آقا پسر پهلوی اعدام میکنه، مستبد دیکتاتور، رفتیم یه دیکتاتوری بدتر از او را آوردیم. یک جامعه ای که یک چی میگن نگارخانه تاریخی ندارد، فکر برگشت نمیکنه که ما چی بودیم و چرا به اینجا رسیدیم. ملتی که میان کف میزنن، ملتی که مثلا بی تفاوت از کنار اعدام رد میشن، باید یه مقداری در اون جامعه بیش از اون حدی که ما فکر میکنیم باید نگریست و تحلیل کرد. حالا ما غیر علاوه بر این، من اعتقاد دارم که فقه، که من خودم یه فقیهش هستم، درک یک انسان مجتهد از مسائل دینی رو فقه میگن. شما دست هر مجتهدی رو یه قرآن ببر بگه آقای حضرت آیت الله قسم بخور این توضیح المسائل شما، این اینا که شما میگه عین دین عین اسلام است، نمیتونه قسم بخور، میگه اینا ظنیات است، من به گوانم چون که به ادله تفصیلی دست پیدا نکردم، درک من گمان من این است که شارع اینجوری گفته است و این فتوا میدم. حالا ما برای اینکه یک فقیه پیدا کنیم، یک جامعه‌ای داشته باشیم که اون دورانی که در تاریخ به ما گذشته، چون ما تمام فقیهان ما مقلد هستن، در اینی که میگن تقلید بر مجتهد حرام است، این اجتهادی که به ما میدن میگن حرم علیه تقلید، حرام است به او تقلید، اما همه مجتهدین ما بلا استثناء از آقای خمینی گرفته و بزرگترانش گرفتن، همشون مقلد بودن، این رساله هم دیگر می نویسن، فقط با چند تا اهبط و اغوا و الاعتیاد که اونجا این است که آقا نفهمیده بوده. این شد توضیح المسائل. برای اینکه همه اینا از هزار سال پیش، از زمان ابی جعفر، محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی کتاب المبسوط رو نوشت یا خلاف رو نوشت، این او رو کپی کردن نوشتن. میگن چون که شیخ طوسی فقیه بسیار بزرگی بود و به زمان ابن غیبت کبرا نزدیک، صغرا نزدیک بود، احتمال دارد ایشون به احتمالات ببینن، ایشون به روایاتی دست پیدا کرده بود که ما نکردیم، در این مرور زمان از بین رفته باشه، پس همون چیزی که شیخ طوسی گفت ما. درک شیخ طوسی که یه فقیه جامعه عشیره‌ای است از زن، از انسان این است، در باب اجاره حیوان اجاره انسان هم نوشته است. حالا امروز که عصر اتم به کیهان است، عصر مناسبات اجتماعی است، حقوق برابری هست، حقوق خدمتون هست کنم، برابری زن با مرد هست، ما باید کتاب المبسوط رو باز کنیم ببینیم اونجا کتاب آقای شیخ ابی جعفر چی فرمودن در باب اجاره انسان، او رو قانون کار قرار میدیم. این اساس قرار غلطه دیگه. اولا که در روزگار اول قرار نبود که خدمتون عرض کنم که فقه به عنوان قانون باشد، فتوا جنبه اجرایی نداره. خود شیعیان حدود از سال 329 هجری که یک اقلیت شدن، خدمت کردن، در حکومت نبودن، آمدن گفتن آقا 4 تا احکام اجرا نشه، که اینا رو من تو کتاب حکومت دین نوشتم، گفتن تمام تنبیهات بدنی، تمام تنبیهات بدنی، مجازات های بدنی، حدود، چون که امام غائب وجود نداره تعطیله، جهاد چون که امام غائب وجود نداره تعطیله، همه اینا نیاز به حضور امام علیه السلام هستن، نه امام خمینی، امام علیه السلام، یعنی امام اصل اون 12 تا. به همین جهت تا زمان آقای خمینی همین بود، آقای خمینی بدعت گذاشت در حقیقت، آمد چیکار کرده، خب انقلاب شده، آمد در رأس کشور قرار گرفته، اون قوانین فقهی را آمد به عنوان قوانین مدنی پیاده کرده. خب در اصل قانون اینجوری شده بود که برای تاریخش، سابقه تاریخیش بگم برای شما، این بود که در قدیم الایام چون که عشیره به قبیله اینجوری بود که شما یک فرد بودی متعلق به همه قبیله بودی، اگه یک نفر از قبیله میکشتن، این قبیله
لشکر میکشیدن میرفتن همه اون قبیله رو میکشتن، یا جنگ میشد. برای اولین بار آمدن گفتن آقا پیامبر وقتی روزی که وارد مدینه شد قانونی را نوشته به نام صحیفه المدینه یا قانون مدینه، 54 تا ماده قانون داره که من این رو حدود 20 سال پیش ترجمه کردم و اصلش هم در سیره ابن هشام و سیره ابن حساق است. اونجا قانون مدینه اولین بار پیامبر بین این دو تا گروه متخاصم صلح ایجاد کرد، گفت آقا از این به بعد هر کسی مسئول خون خودش هست نه قبیلهش. شما اگه یک کسی از قبیله این آقا کشته است حق ندارید انتقامش قبیلهش پس بده. این قانون قصاص از اونجا آمد. بعدم گفت که بله ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. این نقل قول است، این خطاب نیست، حکم نیست، نقل است. میگه چون که در بنی اسرائیل برای اونا نوشته بودیم قصاص، بگفتیم چشم در مقابل چشم، مرد در مقابل مرد، زن در مقابل زن، پس شما هم اینو بدونید از این به بعد هر کسی های کاری کرد خودش مسئولشه، قبیلش مسئوله. به همین جهت اون آیه دیه تو قرآن نیست، استاد آقای بادرگان میدونه این بر اساس همون قانون مدینه تعیین شده که اگه یک کسی رو کشت به جاش قتل عام بود، به جاش بیاد دیه بپردازد، نباید او رو کشت. اصلا نفس کشتن، اینکه من یه نفر رو بکشم، او پدر رو کشته بود، خدمت هم هست. این برای اینکه امنیت در جامعه ایجاد کنن این کار رو کردن. آیا با هزاران سال از این گذشته است، آیا امنیت ایجاد شد؟ آیا کارایی اون قصاص این بود که بیاییم بگیم که چون که زندان نبود، برای اینکه بازداشت های یعنی اون بازدارنده، مجازات بازدارنده نبود، و همینجور میگفتن اگه کسی کشته باید بکشیمش، برای اینکه این قاتل اگه حرفه‌ای بود میرفت دیگری را میکشت. حالا امروز که زندان هست، امروز که میتونه دولت قدرت این داره او را در یک جای حبس کند، آیا میشود در مقابل قتل یه نفر دیگر را بکشیم؟ اینا رو باید بحث کرد. مطلب دیگر میخواستم بگم فقط درک یک فقیه از یک آیه چقدر فرق میکنم. من وقتی که آلمان بودم یک پروفسوری رو اونجا شنیده بودم، کتابش خونده بودم به نام پروفسور تئودور نوردیکه. این اولین پروفسور آلمانی است که تاریخ قرآن رو نوشت. منی که 30 سال فقه خوندم، نجف بودم، شاگرد آقای خمینی بودم، اولین بار تاریخ قرآن رو از یک آلمانی یاد گرفتم، کتاب آلمانی یاد گرفتم. این آلمانی رفته 40 سال زحمت کشید تمام این آیات، این آیه سوره بقره هر کدامش 5 تا 10 تا در کدام سال نازل شده اینا رو جمع آوری کرده. اونجا و همچنین مرحوم بازرگان خدا رحمتش کنه یک کتاب نوشته به نام تحول قرآن که اونجا نشون میده که این آیات چه سالهایی نازل شدن. مقدم و تأخرش آدم بفهمه به راحتی میفهمه. برای نمونه میخوام عرض کنم سوره نساء آیه ای داره در مورد زنا. حالا من عربیش نمیخونم. میگه که آقا اگه کسی زنش زنا داده 4 تا شاهد آمدن شهادت دادن، این خانم را در خانه حبس کنید تا جنبی تا زمانی که مرگش فرا برسد یا خداوند برای او یک مفری پیدا کند، یک راهی برای پیدا کند. خب سوره نساء در سال 9 هجری در مدینه نازل شد. آقایون علما برعکس آمدن گفتن بله این آیه که گفت حبس کنید در خانه این منسوخ شده، آیه سوره نور، 5 سوره نور ایشون میگه که بزنید از زانیت و از زانیه فضربو هما معت جلده هم 7 ضربه داره. خب در صورتی که از نظر تاریخی آیه اول تا 33 در غزوه بنی المصطلق نازل شده، یعنی سال 5 هجری نازل شده. سوره چطور میتونه که یه آیه 5 سال 5 هجری نازل بشه، ناقص نقص کنه یک آیه یعنی که 4 سال بعد میخواد نازل بشه؟ یعنی یه دقت یک فقیه اگر به خودش زحمت بکشه بیاد اینا کنار هم دیگر بدونن، میفهمد که اون زدن، حالا من نمیگم زنا کار خوبی ها، ما داریم از نظر حقوقی بحث میکنیم، یا قتل، اینکه همه اینا راه حل حقوقی دارن، راه حل اجتهادی دارن. به نظر من اغلب این آیات
از نظر قرائت موجود، از نظر عمل منسوخ هستند، برای یک برعی از زمان آمدن، شأن نزولی بوده است که برای یک مورد معینی نازل شده، مثل همین آیه سوره نور، پنجم سوره نور که در غزوه بنی مصطلق آمده در مورد عایشه بوده، این فقط برای عایشه آمده نه برای هم جاودانگی. به تازه اگر قرار باشه که ما مردم رو مجازات کنیم، البته کار حکومت کار ندارم، به نام اسلام دارم میگم، اگر قرار باشه ما اعتقاد به خدا و قیامت و بهشت داریم، اگر قرار باشه من جانشین خدا باشم و از طرف مردم غر خشم خدا بدانم، خب فردای قیامت و حساب و کتاب و اونجا چی میشه؟ پس این است که ما باید یه دقت بیشتری کنیم، باید اندیشمندانی، فیلسوفانی، متفکرانی پیدا بشن، از اول نسبت به جامعه بنویسن و در اون جامعه را از اساس مثل اروپاییان هم کار کردن، جدایی بین دین، حرمت دین، برای اینکه بگن ما میخوایم حرمت دین را پاس بداریم، میخوایم دین را از حکومت جدا کنیم از اجراییات، اون زمان ما میتوانیم بگیم که بله احکام مدنی، چرا خود از خود قرآن، از خود آیات روایت برمیاد که بابا گفت من رعاء المسلمین هستم فهو عند الله هستم، هر چی را که مسلمانان مردم اجماع پیدا کردن این همون است که خداوند او را قبول کرده است، همون است. اراده خداوند یه اراده در عرض اراده ما نیست، همون چیزی که ما میخواییم، ما چیزای خوب پیدا کردیم، خداوند عقل به ما داد، گفت بابا هر چی که شما عقلتون فهمید، عقل جمعی فهمید، همون حکم شرع است. ما باید به این چیزها بچسبیم، به اصول عقلانیتی که ایرانی‌ها در اسلام ایجاد کردن. چرا ما باید بعد از هزاران سال امروز به فتواه یک فقیه عمل کنیم که خودش هم نفهمیده باشد، در گروه نادانی او باشه؟ سه دقیقه فرصت داریم. خانم مهری منفرد، مادر آقای پومن اشکان پناه اینجا هستند. با شما صحبتی رو دارن که خواهش میکنم بفرمایید. درود به همه حاضرین. من مهری منفرد هستم، مادر هومن اشکان پناه که 20 سال و 6 ماه و نیم با داشتن دی ان ای منفی و با شواهد زیاد بیگناهی در زندان سن کوئنتن محکوم به مرگ تو زندان هست. با سپاس از همه سخنرانانی که در این جلسه بر علیه اعدام صحبت کردند و همچنین سپاس از آقای دکتر لاجوردی و همچنین خانم کاشفی که به من اجازه دادن در این مدت دو روزی که من شاهد تمام این سخنرانی ها بودم 3 دقیقه صحبت کنم، در صورتی که من مادر یک هموطن بیگناه ایرانی هستم که در همین جا توی آمریکا به مدت 20 سال و 6 ماه و نیم با داشتن دی ان ای منفی، با تمام شواهدی که دال بر بیگناهیش هستش، به علت اینی که ایرانی هست و با خصومتی که در برای ایرانی‌ها در اینجا دارن و به صورت تروریست میشناسن ایرانی رو در آمریکا و تبعیض نژادی که در دادگاه هومن انجام شد، که من نمیدونم در این فرصت 3 دقیقه چجوری میتونم صحبت کنم، اما اگه شما حاضرین اجازه بدین من توضیحات تقریبا 10 دقیقه ای رو بتونم بدم. استاد میخوام در همون 3 دقیقه، چون حاضرین اجازه بدن امکان پذیر. اوکی. من خیلی متاسفم از این بابت، برای اینکه من که مادر یک هموطنی هستم که محکوم به اعدام هست و شما در مورد اعدام دارین اینجا صحبت میکنین، اجازه به من نمیدین که در مورد شخص بیگناهی که هموطن شما هست و در اینجا گرفتاره و من با یک مادر تنهایی برای دفاع از اون دارم چنگ میندازم به هر جا
20 سال خورده‌ای بچه بیگناه من توی زندان هست، نمیخوان بشنوین، متاسفم. ولی بدونین همه که هومن من بیگناه، شواهد بیگناهیش فراوونه. از روز اولی که دستگیرش کردن DNA منفیشو داشتن و متاسفانه با توته و کراپشن پلیس، دادستان، قاضی، همه اینا دست به دست هم دادن و خواستن یک ایرانی رو محکوم کنن و متاسفم که جامعه ایرانی ساکت نشسته و هیچ کس در، حتی وکیلای ایرانی متاسفانه قدرت اینو ندارن و گاتس اینو ندارن که وایسن جلوی این به اصطلاح حق کشی که برای هموطنشون شده. و اگر کسی هست که بیاد بر من، چون مادر هستم نمیگم، تمام این حرفا رو با شواهد موجود دارم میگم و به زودی هم یک سایتی درست خواهد شد به اسم freehuman.com که همه میتونن برن ببینن. اگه کسی هم با من میخواد در تماس باشه، تلفن من هست 310-625-7980، میتونین با من در تماس باشین. اگه هر کسی شواهدی علیه حرف من داره میتونه بیاد گناهکاری هومن ثابت بکنه، حق با اونه. ولی هیچ کس نمیتونه که یک بیگناهی رو که فریاد میزنه 21 سال خورده ای از زندگیش رفته توی همین جا آمریکا داره داد میزنه من بیگناه هستم و تمام شواهد و توطئه های متاسفانه قاضی، دادستان، پلیس و هیئت منصفه ای که از فامیل اون اقوام اون به اصطلاح البته مقتول، من متاسفم برای یه بچه‌ای که از دست رفته، ولی دلیل نمیشه که بچه من بیگناه منو بگیرن 20 سال نگه دارن به خاطر اینکه سر صدای مردمشون رو خاموش کنن و اینکه درجه برای خودشون بگیرن. دادستان دروغگویی که توی این قضیه اتهامات نابجا به بچه من زد، همون تو همین جامعه آمریکا، تو همین دادگاه آمریکا از سیستم قضایی بیرون انداخته شد و گفته شد که این دروغگوی حرفه‌ای هست و مضر برای جامعه. ولی هنوز بچه من که از روز اول خودش تاکید داشت DNA منو بیارین، اگه من کاری کرده باشم DNA به من میگه و DNA شو نیاوردن، قایم کردن تمام مدارک بیگناهیشو قایم کردن. بچه من نه وکیل داشت، من نه پول داشتم که بتونم وکیل خوبی بگیرم برای بچه‌م، نه وکیل داشت، نه اینوستیگیتور توی یه اینوستیگیشن، توی یک کیس کپیتال پانیشمنت وجود نداشت. شما چجوری میتونین باور کنین یک ایرانی رو قربانی کردن؟ و من فقط 3 دقیقه صحبت میتونم بکنم در این دو روزی که من خیلی ممنونم از این 3 دقیقه که به شما خیلی سپاسگزار هستم. هممون دنبال این هستیم که بلکه بتونیم کمکی بکنیم، همونطوری که خانم منفرد اشاره کردن سایتی به وجود میاد که هر کسی که در این زمینه بخواد تلاشی بکنه، حمایتی بکنه، حضور پیدا بکنه. در این رابطه اگر که بحث 3 دقیقه مطرحه، خواهش میکنم اگر مطلبی هست در کنفرانس های بعدی از قبل به ما اطلاع بدن، چون اگر سخنران ما 10 دقیقه 8 دقیقه وقت پیدا میکنه، طبیعتاً ما نمیتونیم برنامه‌ریزیمون رو به این ترتیب به هم بزنیم. این نه به دلیل این که ما بخواهیم کاری رو انجام بدیم یا نخواهیم کاری رو انجام بدیم. بسیار احترام داریم، بسیار امیدوارم تلاش بکنیم، ولی به هر حال بحث حقوقی جای دیگه.